اینا رو کنار هم میذاری، یک امتیازی از صد، یه نمره ای رو از صد به اون آرتیست میدی. آرتیستی که در نهایت نمره بیشتری میاره هم پرفروشتره هم مشهورتره. به نظر من کار سختیه، آرتیست بودن کار سختیه. از زوایای مختلف داره به این موضوع نگاه میشه و تجربه تو خیلی قشنگ به همه داری میگی. این خاطره رو جایی تعریف نکردم، دوست دارم که الان چون خیلی به درد این برنامه ای که خوش به حال ما. آره، انریکه وقتی اومد رو استیج با کمترین حرکت بدن بیشترین جیغ از جمعیت بگیره. سلام، من امیرحسین فرزانه هستم و مثل همیشه خیلی خوشحالم که شما همراه پادکست من هستین و مثل همیشه یه مهمون بسیار ارزنده دارم که قراره با تجربیات و داستاناش همراه بشیم و یه چیزی یاد بگیریم که حالمون بهتر باشه. مهمون امروز من یه جایگاه ویژه توی خاطرات امروز ما داره و با کلام خودش، با اشعار خودش، با صدای خودش و با حضور خودش رو استیج کاری کرده که ما تو خاطراتمون، توی دلمون، توی مغزمون همیشه همراه خودمون داریمش و برای من بسیار بسیار قابل احترامه. این احترام زمانی بیشتر میشه که این مهارت رو به مرور زمان یاد گرفت، یعنی از اولین باری که روی استیج رفته تا به امروز که روی استیج واقعا قوقا میکنه و آدما عاشقشن و دوست دارن و بیان کلامش رو گوش بدن، این مسیر رو با موفقیت طی کرده و من به عنوان یکی از مهارت‌های اساسی که ما امروز توی زندگیمون بهش احتیاج داریم، یعنی اینکه یاد بگیریم از مهارتی استفاده بکنیم که آدما حرف ما رو دلشون بخواد گوش بدن، میخوایم اینو یاد بگیریم و چی بهتر از این که با علیرضا تدیسچی نازنین همراه بشیم و همونطور که گفتم الان یه جایگاه ویژه تو دل همه ما ایرانی ها داری، بخشی از ذهنمون درگیرته و تو این کار رو با موفقیت داری اجرا میکنی و کی بهتر از تو که ازت یاد بگیریم. منم سلام میکنم امیرحسین جون، خیلی ممنون که اینقدر به من لطف داری. من حقیقتاً چیز خاصی نیستم، من یه آدمی هم که تلاش کردم، یک بخش خیلی زیادیش رو هم مدیون لطف خدا بودم و الانم خوشحالم از اینکه نشستم روبروی تو و دارم با تو صحبت میکنم. امیدوارم که صحبتهای ما به سمتی پیش بره که به درد آدم ها بخوره. حتما همینطوره. میدونی ما این مسیر رو با هم دیگه دیدیم، اگر اتفاقی هم افتاده که موفقیتی در پی داشته حتما پشتش تلاش و کوشش بوده که این به وجود اومده. ما داشتیم با هم صحبت میکردیم که تو واسه ساخت آهنگات چقدر تلاش کردی و اصلا قبل از این من شنیدم که تعداد زیادی از خواننده هستن که موفقیتشون رو مدیون اشعار تو هستن و این خیلی جذاب میکنه که تأثیر کلام تو طوری بوده که جاری بوده و الان که خودت داری ازش استفاده میکنی جوری شده که اینقدر فراگیر شده. ممنونم عزیز دلی، لطف داری. من توی شغلم خب یه چند تا فاکتور برام از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. اولی که نگاه من به این شغل یک نگاه کاملا حرفه‌ایه، یعنی قرار نیستش که من متوهم بشم، حالا چه با تعریف کردن ها، چه با اتفاقاتی که اتفاقای مثبتی که توی این شغل میفته برام، بخوام مثلا به این فکر و خیال باشم که نه این قضیه افتاده توی سرازیری و دیگه خودش داره جلو میره. نه، یه کار کاملا مهندسی شده است که باید با براش زحمت بکشی. ابعادش هم خیلی پیچیده است، همونطور که حالا خودت اشاره کردی بهش. حالا باز توی صحبتامون بیشتر به این قضیه اشاره میکنیم که حتما همینطوره. میدونی ما توی هر کدوم از گفتگوهامون واسه این که بیشتر ملموس باشه برای مخاطبامون که داریم در مورد چی صحبت میکنیم، یک اساسی رو در نظر میگیریم و نمونه‌هاش رو توی مهمونمون بررسی میکنیم. چرا؟ چون مهمونمون به بهترین نحو اونو زندگی کرده و این برای کسی که داره این صحبت‌ها رو گوش میده بسیار باورپذیر میشه. عوامل مختلفی هستن، 4 تا مورد خیلی بارز وجود داره که تأثیر گذاره در این که بقیه بخوان که کلام ما رو گوش بدن و ما میخواییم اونا رو با هم در مورد علیرضا تدیسچی بررسی بکنیم و شاید یکی از اساسی ترین چیزهایی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم این صداقته. صداقت رو وقتی آدم مخاطبش نشون میده تأثیرش بسیار بسیار زیاده و اونا این کلام رو از ما میپذیرن. توی این چه اتفاقی افتاده که این صداقت رو تونستن از علیرضا تدیسچی بپذیرن مخاطب؟ خیلی فاکتور مهمیه حقیقتا. میگن خب قاعدتا اگه دلی
یه کاری رو انجام بدی متقابلا دلی هم نتیجهشو میگیری دیگه. به نظر من همین صحبت کردنه، همین الان که من و تو داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، باید همین صحبت کردن همینقدر بیغلقش رو بدون فکر قبلی باشه تا بتونه به دل مخاطب این برنامه بشینه. من تو کارم فوق‌العاده دلی عمل کردم، فوق‌العاده بیغلقش عمل کردم. توی صحبتام با آدم‌ها هیچ موقع مهندسی نمی‌کنم، مخصوصاً موقع صحبت کردن روی استیج اصلاً این کار رو نمی‌کنم. اگر می‌بینم که داره ضربه می‌خوره برنامه من، تحمل می‌کنم اون ضربه رو، اجازه میدم روند طبیعی برنامه طی بشه و دروغ و دغل نه وارد صحبت‌های من و نه وارد نحوه اجرای برنامه من بشه. حالا همه این صحبت‌هایی که می‌کنیم برای بحث روی استیجه، حتی پایین از استیج تو زندگی معمولی هم به نظر من ما آدما نباید، به نظر من یک مسیری از نقطه A تا B. خب اونی که مهندسی می‌کنه حرفاشو تقریباً حالا 10 متر مونده برسه به نقطه B، خراب میشه کارش و همون 10 متر رو دقیقاً مدت زمانی که طول میکشه تا به نقطه B برسه، همون مقدار زمان از نقطه A تا B اون آدمی طول میکشه که مهندسی نمیکنه. ما هممون فکر میکنیم مثلا اون کسی که حالا یک کلا برداری میکنه خیلی آدم خفنیه. خب اوکی، اون آدم کلاهبردار خفنیه، به اون قسمت که میرسه یک اتفاقی براش میفته، اون قسمت انقدر مثل لاک پشت سپری میشه که اون آدمی که کلاهبرداری نکرده تو همون تایم بهش میرسه. قصه همون لاک پشت خرگوش هست دیگه، میرسه و کارش انجام میشه. تو کار من شدیداً این موضوع بوده، حتی به نظر من خدا اینجوری خیلی خوشگله، حالا خدا، کارما، انرژی، هر چیزی که اسمشو میذارید، کمک بیشتری بهت میکنه برای اینکه بتونی موفقیت رو به دست بیاری. بیغلقش بودن واقعا نکته مهمیه که اگر رعایت نکنیم، چه تو زندگی شخصیمون و چه توی حرفه‌ای که داریم انجام میدیم، به نظر من مخربتر میشه در نهایت. خدا همیشه هوای آدمای خوب داره، بقیه هم بهشون واکنش مثبتی نشون میدن. میدونی این که اصلا آدم بره روی استیج برای عموم صحبت بکنه، سخنرانی بکنه، اجرا داشته باشه، این اصلا یکی از بزرگترین ترسای دنیاست. این اصلا کار آسونی نیست، در حالی که بعضی وقتا آدم‌ها توی این موقعیت که قرار میگیرن میبینن که میتونن از عهده‌اش بر بیان. همیشه پیشفرضشون اینه که این کار بسیار کار سختیه، ولی اگر همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم آدم‌ها خودشون توی این موقعیت تصور بکنن، اگر توی همچه موقعیتی هم قرار بگیرن میتونن در اجرا خیلی خوب اجراش بکنن. من فکر کنم این صحبت ها غیر از این که توی روابط با افراد به صورت تک به تک میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، اگه کسی یه فکر اجرا هم باشه، سخنرانی باشه، هر صحبت کردن برای عموم بخواد باشم، خیلی میتونه بهشون کمک کنه. و ما توی این عواملی که داریم صحبت میکنیم، یکیش اینه که تو یه کاری بکنی آدما دوستت داشته باشن. حالا این دوستت داشتن نکته خیلی خاصیه، اونم از اونجا میادیش که تو بیشتر به فکر مخاطبت باشی، یعنی دنبال این باشی که یه چیزی بهشون بدی تا اینکه بخوای چیزی ازشون بگیری. یه اشتباه رایجی وجود داره، به خصوص من اینو مثلا توی سخنرانی تد میرم میبینم، که اساسش برای اینه که تو وقتی میای اونجا یه ایده رو با بقیه به اشتراک بذاری که بقیه یه چیزی یاد بگیرن. بعضی وقتا سوء برداشت میشه از این، یعنی آدما میان روی استیج سعی میکنن که صحبتی بکنن که خودشون به چشم بیاد، ولی معمولا اونایی که به فکر مخاطبه، اونایی که تو دل آدما جا باز میکنن و آدما دوست دارن اونا رو بشنون. من مطمئنم که توی این خیلی فوق العاده عمل کردی، همینه که از اولین کلام تا آخرین کلام کنسرت تو باهات میخونن. این چطوری پیاده سازی میشه؟ ببین بذار یه خورده یه شرح دیگه از یه جای دیگه شرح بدم این قضیه رو. اولا که من به تو قول میدم اگر همین الان 100 نفر آدم توی یک صدام ثانیه یوهو برگردن به تو نگاه بکنن، تو هول میشی، چه برسه بخوای براشون یک ساعت و نیم بخونی برنامه 100 نفر رو برنامه اجرا بکنی، حرف بزنی و یک وکال بی عیب و نقص بدون فالشی رو هم با وجود مشکلاتی که توی صدا برداری و آمبیانس سالن داری به هر حال اجرا کنی و یک برنامه رو فقط 100 نفر. اولین باری که این اتفاق برای من افتاد توی سالن میلاد نمایشگاه بود و وقتی که اومدم روی استیج
اتفاق خیلی عجیبی بود. من قبل از اینکه بخوام برم روی اون استیج که جلوی 2200 نفر آدم باید میخوندم، جلوی امتی مصاحبه هم گفتم هم جلوی بیشتر از 20 نفر اجرا نکرده بودم. اصلا نمیدونستم قرار چه اتفاقی بیفته. من نه سابقه مداحی دارم، نه سابقه قاریگری قرآن و اذان و این چیزا دارم. من قبل از اون حتی تو یک سمینار هم حرف نزده بودم، چه برسه بخواد برای 2200 نفر آدم، اونم تو دو سانس که بشه 4400 نفر. مثلا کاملا روی ترس رفتم. یک بخش زیادی از این اتفاق تو ذات آدمه. اصولا آدم خیال پرداز، ما تعداد آدمهایی که روی این کره خاکی، کلا تعداد آدمهای خیال پرداز خیلی زیاد نیست، بیشتر واقعگران مردم تا خیال پرداز. خیال پرداز که دارم میگم، منظورم اون آدمی نیستش که مغزش میره تو اشتباهات ها، نه، آدم‌هایی که بتونن با این قصه زندگی بکنن، یک داستانی رو برای خودشون تداعی بکنن توی ذهنشون و بگن آقا این تصویر رو من باید بسازم. حالا یکی تصویری که میخواد بسازه خودش رو توی BMW تصور میکنه، یکی تصویری که میخواد اونیه که مثلا من یک مجتمع 40 واحدی رو ساختم، یکی دیگه به ریاست جمهوری فکر میکنه، یکی دیگه به وزارت فکر میکنه، یکی به یک شرکتی با یک پرسنل مثلا حالا 1000 نفره 5000 نفره فکر میکنه. منم دقیقا همین، از این قاعده اون خیال پردازی مد نظرمه که دارم راجبش صحبت میکنم. من خودم رو توی اون سالن تصور میکردم، نظرت میخوام، خودم رو توی اون سالن تصور میکردم، خودم رو موقعی که دارم آی کانتکت میگیرم با مردم تصور میکردم و میگفتم من باید به این برسم. روزی هم که برای اولین بار رفتم روی استیج و این صحنه رو دیدم، تمام استرسی که کشیدم به 5 دقیقه اول ختم شد و به یک بار متوجه شدم که من به درد اینجا میخورم. اینو بعد بفهمی، خوده تو لحظه بفهمی. من اونجا فهمیدم به درد میخورم، شروع کردم خوندن. با وجود اینکه اون کار، اون قطعه اسمش قرار نبود، بود ممنوعیت اجرا داشت، من نمیتونستم اون کار رو اجرا بکنم، ولی خب اینطوری شد که ما اول آهنگشو استارت زدیم و مردم خوندن در واقع اون آهنگ. من فقط گریه میکردم از این تصویری که جلوی چشمام دارم میبینم. بارها هم تو خیلی از کنسرتام راجع به این صحنه با مردم توی استیج صحبت کردم، تحت این قصه که روزی رویای پسر بچه کوچکی که جلوی آینه دراور خونه شون میستاد با یه بروس یا یه شونه توی دستش و برای خودش تو خیالات خودش برای کلی آدم اجرا میکرد، مبدل شد به این واقعیت زیبایی که روبروی چشمای من میبینم. مردم اونجا برای من دست میزنن، حالا لطف دارن، ولی چیزی جز واقعیت رو نگفتم. مهمترین بخش پیروزی توی هر کاری متصور کردن اون قصه است برای خودت. پدر من یه حرف جالبی میزنه، میگه اگر تصورش کردی یعنی داریش. این جمله جمله قشنگیه به نظر من. واقعا به نظرم اگر شما تصور کردید که یک چیزی رو دوست دارید و دلتون میخواد به دستش برید، قطعا به دست اومدنیه. حالا منم وقتی وارد این کار شدم تمام تلاشم رو کردم. حدودا سنم یه جوریه که تعداد سالهایی که استرس آهنگ بعدیمو کشیدم با تعداد سالهایی که اصلا تو موسیقی نبودم یکی شده. اگر دو قسمتش کنی مثلا این شکلی میشه. اون استرسه که تموم شد، من اجرا کردم و اصلا از ترک 4 و 5 اجرای مثلا دیگه یک خواننده که بار اول روی استیج نبود، واقعا اینو تهیه کننده ها اون تایم بهم گفتن، ما اجرای حداقل سانس 100 یک خواننده رو نگاه کردیم. خیلی مشکلات داشتم و ولی از پسش بر اومدم. یه اصطلاحی دارن میگن چک اول باید بزنی، واقعا همینه. اون اتفاق شکر خدا افتاد و بعد وارد یک پروسه‌ای شد که دیگه باید برعکس اون صحبت اولام که گفتم تو حرفات نباید مهندسی کنی، اینجا تو کارت باید مهندسی می‌کردی. همه چیز باید با هم بالانس می‌رفت جلو.
تیپ، نحوه صحبت، صدا، انتخاب تولیدات، بازی توی موزیک ویدیوها، نحوه پخش، نحوه رفلکس ها توی اینستاگرام، نحوه لباس پوشیدنی که توی بیرون از کارت داری، نحوه مصاحبه کردن ها، همه چیز باید آرتیستیک میشد به اصطلاح. این آرتیستیک بودنه یک چیزیه که باید درون اون آدمه باشه. به نظر من کار سختیه. آرتیست بودن کار سختیه. کار سختیه. به نظر من خیلی مثلا از برج سازی کار سخت تریه. به نظر من یه برج سازی یه سری قواعد داره. اون قواعد فقط بر اساس رفتارهای اجتماعیش و بر اساس مهندسی اقتصادیشه. ولی یک آرتیست باید چند تا فاکتور رو که هیچ ربطی به هم ندارن رو مربوط کنه. باید در چند رسته مختلف که هیچ ربطی به هم ندارن تخصص پیدا بکنه. شاید اصلا از اون 5 تا تخصص 2 تاش اصلا توی آدم نباشه، ولی مجبوره بره یاد بگیره، یا حداقل یک نمایشی رو ازش به جا بذاره که باورپذیر باشه کنار اون 3 تایی که بلده. خیلی هم عالی. توی این صحبت ها من همینطور داشتم مرور میکردم که یه سری تیک های دیگه هم داشت میخورد. مثلا یکی از اون عواملی که داشتیم میشمردیم و در موردش صحبت میکردیم اعتبار بود. همین هاست که باعث اعتبار آدم شه. شما وقتی اعتبار کسب میکنی، مخاطب دلش میخواد که صحبت شما رو بشنوه و این شیوه زندگی کردن این اعتبار رو برای ما میاره. در مورد اجرا هم یه دونه نکته ای رو داشتین شما صحبت میکردین که اون اول که میای تو اون 5 دقیقه اول، شاید خیلی ها بخوان صحبت های ما رو بشنون و ازش بهره ببرن برای قرار گرفتن توی همچین موقعیتی. این آدرنالینی که ترشح میشه همه فکر کنن استرس هاست، ولی امیدوارم بقیه خودشون توی این موقعیت قرار بدن، چون این خیلی جذابه. این آدرنالینه جدا از این که میتونه استرس دا باشه، مسئولیت مهمتری داره که ما رو آماده میکنه برای مقابله با چالش ها و اون خیلی جذابه. اتفاقا حال آدمو خیلی خوب میکنه. یعنی همه همش میترسن ازش، در حالی که وقتی در موقعیتش قرار میگیری انقدر ترس نداره، چون داره بهت خیلی کمک میکنه برای اینکه حالت بهتر باشه و آماده باشی برای اینکه این کارا رو که به نظر سخت رو انجام بدی. خیلی هم جذابه. ما 3 تا مورد و اعتبار رو داشتیم در موردش صحبت میکردیم، اینکه صداقت داشته باشی و اینکه به فکر این باشه که بقیه واقعا بهشون خوش بگذره و به خاطر این دوستت دارن. یکی دیگه از مواردی هم که ازش اینه که تو اینتگریتی داشته باشی، تمامیت داشته باشی، یعنی حرف و عملت هم یکی باشه. این هم لازمه که تو تمام موارد زندگیت پیاده سازیش بکنی. یعنی اگر تو در مقطعی حرفایی میزنی که جای دیگه ازت در عمل اونا رو نمیبینن، این تمامیت خدشه‌دار میشه و اون موقع است که دوباره حرفت به دل آدمو نمیشینه. حالا کسایی که اینا رو همه رو کنار هم دارن، اینجوری آدمو دوست دارن حرفشون رو گوش بدن. تمامیت هم چیز جالبیه. یعنی این حرفایی که میزنی در حرف و عمل همه جا سعی میکنی پیاده سازی بشه. 100%. خب باید این اتفاق بیفته دیگه، وگرنه یعنی باورپذیری نداره که مثلا شما به عنوان یک مخاطب عام، خب یه کسی که فقط داری از بیرون آرتیستا رو نگاه میکنی، من راجع به خواننده ها فقط فعلا دارم صحبت میکنم، و نگاه میکنی که مثلا خب نحوه صحبت کردن چیه، نحوه عمل گرایی به قول شما چیه، بعد اینا رو کنار هم میذاری، یک امتیازی از 100، یه نمره رو از 100 به اون آرتیست میدی. خب قطعا اون آرتیستی که در نهایت نمره بیشتری میاره هم پرفروشتره، هم تو مردم محبوبتره، هم مشهورتره. میدونی چی میگم؟ یک بخشیش هم حالا این باز یه مبحث دیگه است، برمیگرده به حاشیه هایی که اون آرتیست درست میکنه. حاشیه هایی هم که اون آرتیست درست میکنه کنارش، حالا چه حاشیه بد چه حاشیه خوب، باعث بحث ترندینگ اون آرتیست میشه، ولی در نهایت همش موقتیه. برای همینه که ما توی کارمون اگر دووم بیاریم، دووم بحث دووم توی یه کاری، از یه جای به بعد یک استپی رو اصلا رد میکنی. شاید انگار مثلا یهو از 1000 تا پله مثلا روی پله 100 یهو میری روی پله 200، بدون این که بخوای این 101 تا 200 این پله رو بری، از روی 100 پاتم زیر روی 200.
اونجا دقیقا همون جایی که شما دووم آوردی و مردم شما رو دیگه اعتماد کردن، همون بحثی که شما گفتی، مردم قبولت کردن، قبولت دارن، شما حرف و عمل دیگه بوده، اونجا اون استپ دوباره و اون زنده موندنه و ادامه داده توی این ادامه دادن توی این شغله باعث میشه که مردم روز به روز اعتمادشون بیشتر بشه، معتبر میشی پیش مردم، درست مثل یک کاسب توی یک راسته ای از بازار که یک مغازه‌ای داره که هیچ ارتباطی شاید به اون راسته نداره ها، ولی چون 70 ساله که اون مغازه رو داره دیگه مشتریاشو داره، یا 30 ساله که اون مغازه رو داره دیگه مشتریاشو داره. پس وقتی مشتریاشو داره، حتی با اون تک مغازه خاص تو یک جایی که اصلا هیچ ربطی به اون بیزنس نداره میتونه ارتزاق کنه. این کارم دقیقا همینه، فقط مشتریای ما خیلی معلوم ترن، خیلی قراره که همشون با هم یک جا قرار بگیرن. خیلی مبحث خیلی بزرگیه، یعنی باید هی ریز ریز بهش اشاره کنیم، هی خورد خورد بگیم راجبش. خیلی جذابه. من همونطور داشتم وقتی گوش میدادم میدیدم که از زوایای مختلف داره به این موضوع نگاه میشه و تجربه تو خیلی قشنگ به همه داری میگی و این برای مخاطب خیلی جذابه، چون وقتی این رو گوش میده، من بارها تو صحبتامون اشاره کردم که یه سری از این گفتگوهایی که ما داریم انجام میدیم، مسائلی که در موردشون صحبت میکنیم تکراریه، ولی خیلی تکرار خوبیه، چون آدم ها باید اینا رو بارها و بارها بشنون، از آدمای مختلف بشنون، تکرار بشه تا به جونشون بشینه. و من خیلی همیشه به این موضوع دارم اشاره میکنم و ما خیلی تو گفتگوامون به این اشاره کردیم که یه وقتایی تو کاری رو بر اساس استعداد ذاتی انجام میدی، ولی ما همیشه خیلی احترام قائلیم برای کوشش. درست. چون میدونی استعداد ذاتی رو براش کاری نکردی و بهش رسیدی، ولی همیشه داریم میگیم که وقتی کوشش میکنی و که یه چیزی رو خلق بکنی، خودتو توسعه بدی، مهارتتو بیشتر بکنی، خیلی قابل احترامه. و وقتی در مورد این سوال می‌کردی، من داشتم کیف می‌کردم گوش می‌کردم. مرسی. حالا فقط صرفاً بحث کوششی خب خیلی مهمه ها. اون ولی بحث ذاتی اون که سر جاش، در مورد بقیه‌اش، چون بقیه یادشون میره که باید تلاش هم بکنن. چون تو اگر استعداد داشته باشی و براش تلاش نکنی، داری هدرش میدی. ما همش در مورد این داریم سوال می‌کنیم که اگر اتفاقاً استعداد تو شناسایی بکنی و بری تو اون راستا که خیلی خوشبختی. ولی اگر که آدمایی که این کارو نمی‌کنن، تو بالاترین استعدادم داشته باشی، براش کوشش نکنی، هدرش دادی. و کوشش خیلی ارزنده است. من یه خاطره اومد تو ذهنم، این خاطره رو جایی تعریف نکردم، دوست دارم که الان، چون خیلی به درد این برنامه که خوش به حال ما، آره داری میسازی میخوره، به نظرم اگر جایی بشه استفاده کرد این قسمت مصاحبه خیلی جذاب میشه. ما توی مارکت ایرانی فعالیت میکنیم، یک سری محدودیت ها داریم که خب این محدودیت ها هست، کاریش هم نمیتونیم بکنیم، با ما عجینه، مخصوصا توی کار ما. اولین باری که تونستم پاسپورت بگیرم و از کشور خارج بشم، ما یه عروسی فامیلی داشتیم که این عروسی قرار بود توی کشور ترکیه روی کشتی انجام بشه و من با مادرم دعوت شده بودیم به این عروسی و من هم تازه پاسپورت گرفته بودم. توی اون مدت زمان، بازه زمانی، فهمیدم که انریکه توی استانبول کنسرت داره. اون موقع هنوز روی استیج نرفته بودم، ماجرا مال خیلی سال پیشه. رفتم اون موقع 1,080,000 تومان خیلی پول بود برای یه بلیت یه کنسرت، یعنی وی آی پی ترین جای اون کنسرت رو اینترنتی خریدم و بلیت رو چاپ کردم و با مامان رفتیم. رفتیم اون قسمت عروسی و اون داستانی که انجام شد و اینا، اون روزی که من باید میرفتم کنسرت هم آماده شدم و رفتم. رفتم اونجا یه دستبندایی به ما میدادن که این دستبندا مربوط میشد به جایگاهایی که قرار بشینیم یا وای بیستیم. توی استادیوم تنیس استانبول بود کنسرت، فضای روباز بود و قرار بود انریکه بیاد روی استیج. توی این فاصله که حالا مردم داشتن آماده میشدن و قرار بود یه دیجی داشون برنامه رو داشت، چون منم خب از لای مردم رد شدم، دیدم جایگاه من بالا سره
انریکس، من اون جلو نبودم، این بالا بودم و از بالا باید مثلا وی آی پیش اونجا بود. خودم گفتم که خب این چه جایگاهی واقعا. یکی از این دوستانمون که ایرانی هم بود اونجا بود، نگاه کردم رنگ دستبندش با من فرق میکنه، رنگ دستبندش بنفش بود، از اونایی بود که باید اون جلو وای میساد، ولی یواشکی اومده بود بالا، از این بالا داشت نگاه میکرد. اون فکر میکرد اینجا خوبه، من فکر میکردم اون پایین خوبه. گفتم دستبندتو با من عوض میکنی؟ خیلی خوشحال شد، چون یه میزی داشت و میشست و خیلی راحت. دستبندشو گرفتم و این پله رو رفتم پایین و خودم رو به زور رسوندم نزدیک استیج. انریکه وقتی اومد رو استیج، میدونی چی توی این آدم منو خیلی جذب کرد؟ اینکه این آدم میتونست با کمترین حرکت بدن بیشترین جیغو از جمعیت بگیره. چقدر این به درد مارکت ما میخوره؟ آره چقدر جالب شد. و من وقتی اینو نگاه کردم روی استیج، متوجه شدم که چقدر این قضیه میتونه جواب بده روی استیج این مملکت. پس خوب نگاش کردم، خوب مرورش کردم، حتی کنسرت که تموم شد بارها و بارها ویدیوهای کنسرت های لایوش رو توی هر کشوری بود، ژاپن، هر جا بود رفتم نگاه کردم. دیدم این آدم واقعا داره از این قضیه استفاده میکنه. ببین ما مایکل جکسون رو داریم به عنوان آرتیست ترین که بهش لقب پادشاه پاپ دنیا رو دادن. مایکل جکسون روی استیج از این ور میرقصید تا اون ور، صدای جیغ سالنش هم خوب بود، ولی انریکه این کار رو نمی کرد و همونقدر جیغ داشت. خب این به محض این که من اومدم روی استیج، من این فن رو پیاده کردم، جواب گرفتم. چون آدمایی که میان توی سالن‌های ما روی صندلی باید بشینن، نباید بیستن، قانونه. و برای آدمی که نشسته، من هر چقدر برخصم روی استیج، جدا از این که اصلا کلن عیب داره روی استیج این داستان توی کشور ما، خب من میتونم با دو تا حرکت بدن یا دست یا دو سه مدل، حالا اصطلاح قشنگی نیست ولی دو سه مدل بازیای درست صورت و حالا این ادغام بشه با یه حرف زدن شیک مؤدبانه، خب قطعا میتونه به دل بشینه. حالا یه بخشیش هم مثلا میشد صورت من، که حالا از اول حالا به لطف خدا من یه لبخندی داشتم که حداقل اگر شما تو صورت من نگاه میکردی حداقل بعدت نمیومد از من، نه اینکه حالا مثلا کیف کنی با صورت من، بعدت هم نمیومد، نظری نداشتی، انرژی منفی نداشت صورت من، خدا رو شو. این بخشش یه واقعا لطف خدا بود، همش لطف خدا بود در واقع. خب این آیتما با هم دیگه میتونست یک پکیج درستی باشه، کمترین حرکت بدن ولی درستترین، درست صحبت کردن و یک انرژی مثبتی که از صورت شما ساطع بشه روی استیج. من یه سری قانونا حالا برای خودم دارم. من روی استیج هیچ وقت پشت نمی کنم به مردم. حالا تو قانون شخصیتی من به نظرم کار بی‌ادبیه. خیلی آرتیستان نه، اصلا میذارن تو برنامه‌شون میان پشتشون میکنن، اینجوری اجرا میکنن، برمیگردن پشت میکنن. من اصلا این کار رو نمیکنم. من توی کنسرت هم آنتراک اصلا نمیدم، اصلا نمیرم خستگی در کنم بیام، بد میدونم، میگم خب مخاطب چرا باید الان منتظر من باشه؟ من اگه یا حالم خوبه اجرا میکنم، یا حالم خوب نیست اجرا نمیکنم. درسته؟ من هیچ وقت توی کنسرت هم بین کنسرت لباس عوض نمیکنم، وسط کنسرت این کار رو انجام نمیدم. به نظر من یک تیپیکالیه که باید بمونه و اون یک ساعت و نیمه کلش باید همون شکلی خاطره بشه، نه اینکه من حسن هفت رنگش کنی مثلا یه چیز. اینا حالا میدونم اینا قانونای منه ها روی استیج. من معتقدم که سالن من همیشه باید جیغ داشته باشه. من ترک هایی که توی سالنم اجرا میکنم هیچ وقت خیلی وارد فضاهای دارک غم‌انگیز نمیشه، دوست ندارم. به نظر من اون آدمی که چه میدونم یه خانواده ای رو برداشته به خودش آورده، چهار نفر پنج نفر، حالا 3 میلیون 4 میلیون تا پول بلیت داده، نیومده غم گوش کنه، اومده تو کنسرت حالش خوب بشه. ببین من یه پرانتز اینجا باز کنم،
خواننده های خوب ما خواننده هایی داریم توی این کشور که دارن همین داستانو میرن و یعنی با موزیک های غمگین میان روی استیج و خیلی هم عالیه برنامه شون. من منظورم اون نبود، منظورم اینه که اگر قرار باشه، ببین ما سالی چند بار میخواییم دلمون گریه میخواد، بیشتر خوشحالی میخواییم قرار. آفرین. ما بیشتر سال بیشتر زندگیمون دلمون میخواد خوشحال باشیم. پس باز با توجه به این قضیه خواننده هایی که توی این قضیه رو گرفته باشن، باز اینم برمیگرده به رسالت فرهنگی ها. رسالت فرهنگی نیستش که من بیام یه کاری کنم شما گریه بکنی، اشتباس به نظر من. من باید یه کاری بکنم شما حالت خوب بشه. حالا وقتی میتونم یه کاری بکنم که هم بخندی هم گریه کنی، چرا نکنم؟ اون آدمایی که توی اون سالن نشستن همه اینا رو داشته باشن. پس میام باز موزیکام هم اینطوری انتخاب میکنم. در نهایت یه چیزی رو مثلا توی پروسه زمانی یک برداشتی رو میکنی از کاره که اون مجموعش میشه این لطفی که شما به من داشتید که حالا مثلا علیرضا بلده. یه بخشش کاملا ذهنیه و به قول شما یاد گرفتنی. صحبتمون از اونجا وارد این قضیه شد دیگه. شما گفتین کوششی هم هست واقعا. یه بخش دیگه‌ش هم همون جوششیه که باید در تو باشه و تراوشات تو بیرون بریزی. خیلی عالی بود، من کیف کردم خیلی زیاد، کلی هم یاد گرفتم، کلی خاطره برام دوره شد. نمیدونم حرف پایانی هست یا همینجا میتونیم صحبتامونو تمام بکنیم. اگر ولی خوشحال میشم اگه حرف پایانی مونده باشه ها. چرا که نه. اگه به عنوان حرف پایانی اگر قرار باشه که یک جمله بگم که واقعا استنباط خودم از این عمری که توی این کار گذاشتم باشه، اینه که کاش آدم ها متوجه بشن سریع که به درد یک کاری میخورن یا نمیخورن. کاش ما آدم ها یک آینه داشتیم، یا نه بذار بهتر بگم، کاش میتونستیم از کالبد خودمون بیایم بیرون، دو قدم اون ورتر وایسیم و به خودمون نگاه کنیم، ببینیم داریم چی کار میکنیم. اگر کسی بتونه از این ویژگی رو داشته باشه و استفاده بکنه، واقعا جلوی ضرر رو هر جا بگیره منفعت. مرسی، امیدوارم که اوضاعمون هر روز بهتر و بهتر بشه و همه مردم این کشور روز به روز بتونن به توی هر حالا رسته‌ای که دارن فعالیت میکنن بتونن درش به موفقیت و در نهایت متقابلا به آرامش برسن. حالا هممون خوب باشه. خیلی ممنونم. مرسی. خیلی زیاد مرسی از آقای گذرس. مرسی بچه‌ها، ممنون از شما، خدافظی هم میکنیم با دوستان. مواظب خودتون باشی. خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم اگر ما رو سابسکرایب کنید، به بقیه پیشنهاد بدین و برامون کامنت بذارید. منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم. بریم برای برنامه بعدی با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه.